اخبار رسیده از افغانستان حکایت از آن دارد که اختلافات داخلی بین اعضای ارشد گروه طالبان بالا گرفته است اخیرا سراجالدین حقانی سرپرست وزارت کشور طالبان از انحصار قدرت توسط این گروه انتقاد کرد او که رهبر شبکه حقانی نیز است در سخنرانی خود در مراسم فارغ و تحصیلی دانش آموزان یک مدرسه دینی در استان خوست در شرق افغانستان با انتقاد از رهبری طالبان گفت انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه به نفع گروه و نظام طالبانی نیست وی در ادامه افزود امروز آنقدر خود را حق به جانب می دانیم که به چالش کشیدن، انحصار و بدنام کردن نظام در فکر و مزاج ما به یک اساس مبدل شده است این اولین باری است که سراج الدین حقانی به این سراحت از رهبری گروه طالبان و انحصار قدرت توسط این گروه انتقاد می کند انتقاد وی از رهبری طالبان و متهم کردن آنها به انحصار قدرت به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی افغانستان بازتاب یافته است. سخنان حقانی علاوه بر اینکه واکنش گسترده شهروندان افغانستان را در پی داشت، واکنش زبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان را نیز به همراه داشت. مجاهد گفت: انتقاد از امیر نباید به صورت علنی و طوری صورت گیرد که به او حد که حرمت شود او در سخرانی که روز یک شنبه در دانشگاه کابل داشت افزود اگر کسی بر امیر یک وزیر یا فرد معینی انتقاد داشته باشد اخلاق اسلامی ایجاب می کند که به او حد که حرمت نکند و از طریق مسئول و محفوظ طوری انتقاد را به او برساند که کسی دیگری متوجه نشود